Okay. All right. Not cleaning between your teeth can cause anything as minor as bad breath to as major as gum disease. I don't think bad breath is very minor, though. Use Gum Brand for healthy gums, Softpix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Your gums matter. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر. سلام مخاطبای عزیز و محترم تی وی پلاس در برج میلاد تهران هستیم. تا دقایقی دیگه مراسم افتتاحیه 35 جشنواره فیلم فجر قراره که اجرا بشه. با ما همراه بشید با تقریبا میشه گفت تمام ستاره‌ای که امشب اومدن اینجا. یه گفتگوی کوچولو کردیم در حد معرفی کارشون و اینکه امید دارن به جایزه گرفتن. با ما همراه باشید، تصاویری از مراسم و مصاحبه هامون رو ببینید با تی وی پلاس در طول جشنواره. همراه باشید، اینستاگرام رو حتما دنبال کنید. سعی میکنیم ویدیوهای لایو هم براتون بذاریم. در آخر هم تشکر میکنم از شرکت جی او ام که اسپانسر تی وی پلاس در جشنواره فیلم فجر هستش. 35 جشنواره فیلم فجر و بزرگترین ماراتون سینمایی کشور شروع شد. آغاز میکنیم آیین 35 جشنواره فیلم فجر رو با نام و یاد پروردگار بزرگ و یاد جانفشانان آتش نشان، مرزداران شهید فاتح بزرگ کشورمان. امید سال جدید سال پر رونقی برای سینمای عزیزمان باشد. سال نو سینما ایران مبارک. طبایی بفهمید امسال با چه کاری در جشنواره حضور دارید و اینکه تو کدوم بخش این فیلم بیشتر امید دارید که سیمرغ رو بگیره؟ بخش دوم سوالتون رو کاری ندارم، بخش اولش با فیلم خانم قیدی ویلایی ها. فیلمو چقدر دوست داشتید؟ چقدر فکر میکنید موضوعش راجع به چیه؟ و سوال دومم که جواب نمیدید دیگه. موضوعش که در مورد یعنی فضاش فضای جنگ. آره دیگه، فقط همین توضیح میتونم بدم. بعد دیگه سوالتون چی بود؟ خیلی کارگردان بالا سر بود. خیلی فیلمو دوست دارم. خانم قیدی خیلی خیلی درخشانن در این فیلم از نظر من و حتما از نظر تماشاچیام همین اتفاق خواهد افتاد. فیلم خیلی خوبیه به نظر من، امیدوارم تماشاچیام دوست داشته باشه. و اینکه همین شما که نگفتید ولی ما امیدواریم سیمرغ بگیره حتما. ان شاء الله. اتفاقی که بسیار تلخ بود و متاسفانه تلخیاش همچنان ادامه داره. جناب آقای امیر مهدیان یکی از آتش نشانانی که در دل حادثه بودن. آقای مهدیان واقعا اجازه نمیدیم ما به افتخار شما دست بزنیم. همیشه دست زدن از سر شادی نیست. گاهی آقا دادن حالش میخواد از سر هیجان و تقدیر این کار را انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. عذر میخوام ازت و صدا میکنم، خواهش میکنم ببخشید مجلستون اگر اندوگیم گردم، چون واقعا طاقتشون ندارم. صحنه هایی رو که من اونجا دیدم، اتفاقاتشون که برای این عزیزان اون افتاد، گل هایی که پرپر شدن، ولی حضور همه شما عزیزان، مردم غیرتمندمون، تمام ارگان ها و سازمان هایی که با ما همکاری کردن و تونستیم این آوار برداری رو انجام بدیم، درست مثل صحنه تفحص تو جبهه ها ذره ذره شهیدامون رو پیدا کردیم و انشالله تشریحشون میکنیم.
این حضور گرم همه شما، دلداریاتون، تویسکا اومدناتون، همه عزیزان خیلی زحمت کشیدن اومدن، باعث تسلای خاطر من بود. این افتخار، این تقدیر، تشویقای شما همش برای اون شهیدایی که واقعا جونشون رو دادن. این عزیزان اگر نبودند، این ساختمون که 3 ساعت و نیم تحمل کرد از اول آوار، ظرف نیم ساعت، یا دوستانی که مهندسی معماری خونده باشن میدونن که سازه شاید 1 ساعت تحمل میکرد تو اون حریق، ولی بچه ها 3 ساعت و نیم این ساختمون رو نگهش داشتن با خون خودشون تا مردم حداقل چند صد نفر از زیر اون آوار فرار کردن و خارج شدن. آقای کیمرام، امسال شما کاری تو جشنواره نداشتی، کار داشتید ولی خب متاسفانه تو جشنواره نیومد. بله میدونید دیگه. خب نه، توضیح بدید که چرا اینجوری شد، سلیقه‌ای برخورد شد یعنی؟ نه اصلا من ببین حرفا رو من نمیفهمم. ما فیلم نمیسازیم برای فستیوال، که فیلم میسازیم برای مخاطب. حالا یه سری فیلم‌ها انتخاب میشه، یه سری فیلم‌ها هم انتخاب نمیشه. ولی توقع داشتید انتخاب بشه؟ بیشک من سعی میکنم کارهای خوبی کار کنم. لااقل میتونم بگم از 2 تا کاری که کار کردم برای فستیوال، روی یکیش کار احمد معظمی بود که طیف عظیمی از منتقدین راجبش نقدهای مثبت نوشتن و حتی دبیر جشنواره هم گفته که یکی از بهترین فیلماست ولی تو هیچ بخش جشنواره نیست. اصلا مهم نیست. این فستیوال فیلم فج به نظرم فستیوال عوامل سینماست، عوامل اهالی سینماست و اینکه در نهایت اینه که یه سری فیلم‌ها انتخاب میشه، یه سری فیلم‌ها انتخاب نمیشه. چیزی که از همه مهم‌تره به نظر من اینه که چیزی که متوجه میشم اینه که خیلی خوشحالم اگر 44 45 تا فیلمی که انتخاب شده از فیلمی که ما کار کردیم بهتر باشه. یعنی سینما ایران امسال احتمالاً 7-8 تا اسکار میگیره. من یقین دارم هم مردم امسال از شما خوشحال خواهند شد و لذت خواهند برد و هم یقین دارم همه کسانی که دغدغه سینما ایران رو دارن. من پیشاپیش به شما اطمینان میدم که همه مدیران و مسئولان به ویژه رهبر معظم انقلاب که حامی و پشتوانه ما بودن در سینما و همش نگران فیلم ها، امسال خوشحال خواهند شد که سینما ایران به مردم لبخند زده. سینما ایران سینمای امیده و فیلم های بسیار خوبی ساخته شده. قدر سینما رو بدانیم و میدانیم. امروز مفهوم قدرت در جهان عوض شده. قدرت نرم ما، یکی از جلوه های قدرت نرم ما سینماست. نمونش رو هم شما دیدید، این هنرمند نازنین کشورمون که در فیلم فروشنده است، وقتی که اعلام میکنه یک بانوی ایرانی، وقتی که اعلام میکنه من اسکار رو تحریم میکنم، من همین امروز داشتم شبکه‌های مختلف رو میدیدم، هم CNN هم فرانس 24 رو میدیدم، تصویر این بانوی ایرانی بود که اسکار رو تحریم کرد. این قدرت سینمای ایرانه. آخرین عرضم این که ما امروز از مرزدارانمون تجدید کردیم، بسیار کار خوبی کردیم. همه شما میدونید بنده بر این باور هستم سینماگران ما هم مرزداران هویت ما هستن، سینماگران ما مرزداران فرهنگ ما هستن. و بذارید به شما عرض کنم که در جهان امروز، برای جهان امروز خیلی سخته که تفکیک قائل بشن بین اسلام شیعه، اسلام سنی، اسلام ایرانی، اسلام وهابی. نمیفهمن دیگه هم مردم حوصله فلسفه و درس خوندن و کتاب خوندن هم متاسفانه خیلی ندارن. ولی کیا رستمی و اصغر فرهادی که از این فرهنگ در این تمدن و کیا رستمی ها و فرهادی ها، میرکرمی ها، مجیدی ها وقتی میرن در جهان سینما ایران رو میبرن، میگن این است مرز اسلام ایرانی و فرهنگ و تمدن ایرانی و کشورهای منطقه. اون کشورهای منطقه عقیمند و ناتوانند از اینکه سینمایی مانند سینمای ایران داشته باشند. درود بر شما، افتخار میکنم که خادم کوچک شما هستم. و سلام علیکم. خانم ناصر، ما هنوز تبریک نگفتیم فرزندتون و دختر خانمتون، تبریک میگیم اول بهتون، بعد امسال فیلم دارید تو جشنواره. بله، من 2 تا فیلم دارم، کارگر ساده نیازمندیم و فصل نرگس. حالا نمیخوام بپرسم خودتون امید به سیمرغ دارید، ولی فیلم هایی که بازی کردید تو کدوم بخش ها فکر میکنید شاخص‌تر هستن و امید به سیمرغ هست؟ جفتشو خیلی دوست دارم واقعا. معلومه که همه فکر کنم کسایی که فیلم تو بخش مسابقه دارن همه امید به سیمرغ دارن، قاعدتا چیز جذابیه. ولی فکر می‌کنم کدوم بخشش خیلی قوی تره و
انتظار دارید که سیمرغ؟ من فصل نرگس رو متاسفانه ندیدم، ولی خب مطمئنم فیلم خوبیه با توجه به فیلمنامه و کارگردانی که دیدم، ولی کارگر ساده رو نیازمندیمو دیدم، خیلی خوبه دیگه، امیدوارم که دیده بشه. مهم اینه که فیلم خوب دیده بشه، دوست داشته بشه از طرف مردم و منتقدین. این از همه چی به نظرم اهمیت بیشتری داره. اگر کاندید بشه و سیمرغ بگیره که خب خیلی بهتر. مادر شدن کمکارتون نکرده؟ من این دوتا فیلم پارسال بازی کرده بودم، ولی خب طبیعتاً امسال توی بارداریم خب کار نکردم. از این به بعدم که خب حالا نه، امیدوارم که بتونم ادامه بدم فعالیتامو. حالا فعلا مونده تا شروع شه. بعد از جشنواره معمولا یه سکونی همه میرن تا بعد از عید و اینا. کار خوب پیش بیاد چرا که نه. عاشقانه ها شما بازی نمیکنید؟ من یک سکانس با یادگاری بازی کردم، یه سکانس دیگه مونده، ولی نه به جز بازیگرای اصلی نیستم، واقعا فقط در حد همون حضور افتخاری دارم. آره خیلی ممنون خانم ناصر. مرسی، ممنون. برای حضور دارید؟ دریاچه ماهی کار خواهم مریم دوستی در بخش چشمنداز. یعنی بخش مسابقه نیست؟ نه نه. چرا؟ یعنی قرار بوده انتظار داشتی تو بخش مسابقه باشه که اومد بخش چشمنداز؟ آره، نه تنها انتظار داشتم این کار در بخش چشم یعنی صدای سیمرغ باشه، بلکه انتظار داشتم کار مهدی صباغ‌زاده به اسم خانه کاغذی و کار تهمینه میلانی به اسم ملی و راه‌های نرفتهش هم در بخش صدای سیمرغ باشن که متاسفانه نیستن. چرا نمیشه؟ یعنی تعداد مشخصی داره صدای سیمرغ یا هر تعدادی میتونه بره ولی سلیقه‌ای عمل میشه؟ نظرا تعداد مشخصیه، اما اینکه در واقع چرا انتخاب‌ها این گونه بوده واقعا به نظرم هیئت انتخاب باید پاسخگو باشن. شما معتقدید که فیلمتون بهتر از حالا فیلمایی هستن که الان انتخاب شدن؟ نه، من طبعا نمیتونم یه همچه حرفی رو بزنم به خاطر اینکه فیلمای دیگر رو ندیدم. باید ببینیم، شاید شما ببینیم، شاید نظرتون عوض. یعنی اصلا اینو ندیدم، طبیعتا نمیتونم داور خوبی باشم، برای همینم عرض کردم که در واقع دوستان هیئت انتخاب باید که آثار رو آره یعنی ببینن که کدوم درسته و کدوم غلطه، ولی به هر حال در اینکه متعجب هستم و هستیم شکی توش نیست. آقای کیایی بفرمایید که با چه کاری توی جشنواره امسال حضور دارید و کدوم بخش کارتون فکر میکنید که امید به سیمرغ داره و شاخص داره؟ امید به سیمرغ ندارم، سه تا فیلم دارم: سد معبر، یک روز به خصوص و ایسکا اتمسفر. ما خودتون رو نگفتیم و فیلم هایی که بازی کردی گفتیم. تو کدوم بخش ها بیشتر امید داره که سیمرغ بگیره؟ نمیدونم. از نظر خودتون نمیدونم، باید فیلم ها دیده بشه بعد راجبش حرف بزنیم، چون فیلم ها هنوز دیده نشده، فیلم های دیگه هم دیده نشده، اینا در کنار هم دیگه بعد مقایسه بشن ببینیم که کدومشون. میخوام یه اظهار تأسف کنم، اظهار گله کنم. میخوام از این بابت که برخی از بزرگترین سینماگران ایران که فیلم داشتن و در جشنواره نیستن اظهار تأسف کنم، به خصوص از جای خالی یکی از با فرهنگ ترین و با فضیلت ترین هنرمندان سینما ایران کیان شهریاری و فیلم کانادیش. خب خانم بهرامی بفرمایید امسال با چه کاری توی جشنواره حضور دارید و اینکه فیلم نهاییشو حالا خودتون دیدید یا ندیدید و فکر می‌کنید تو چه بخشی خیلی شاخصه و امید به سیمرغ داره؟ فیلم ایتالیا ایتالیا به کارگردانی آقای کاوه صباغ‌زاده. بله، من یک بار فیلمو دیدم و خیلی هم دوستش دارم، اما راجع به سیمرغ به نظرم خیلی زوده. بذارین فیلم ها رو ببینیم بعد تصمیم. حدس میزنید مثلا احتمال میدید کدوم بخش بیشتر شانس داشته باشه؟ فکر میکنم فیلمنامه قطعا این شانس رو داره. خیلی ممنونم. آقای هادی یه معرفی از کارتون داشته باشید، با چه کاری امسال توی جشنواره حضور دارید و اینکه خودتون حالا به عنوان کارگردانش به کدوم بخشش بیشتر امید دارید که سیمرغ بدن؟ فیلم بخشش قوی تره. آره، فیلم کارگر ساده نیازمندی، تهیه کننده و کارگردانش خودم هستم و چیزی که احساس میکنم خیلی شانس کاندید شدن و در نهایت گرفتن سیمرغ داره از بازی هاست. خیلی از بازی ها راضی ام. آره، مجموع بازی ها بازی های خوبیه و یکی دو تا بازی غافلگیر کننده داریم که با فیلم. چه بازیگری؟
ای آقای بهرام افشاری بازیگر تئاتر و خانم سحر قریشی فکر کنم یکی از متفاوت‌ترین نقش‌هاش رو بازی کرده، در واقع نقشیه که تا الان هر کس دیده از بازی ایشون متعجب شده. این به این معنی نیستش که بقیه بازیگرا، مثلا آتیلا پستیانی همیشه خوبه، یک تا مثلا نقش خوب داشته تا حالا، سیمرغ هم گرفته، انتظار بازی خوب از این دوستان هست، ولی قریشی قراره سورپرایز کنه. والا کسایی که دیدن خیلی سورپرایز شدن، امیدوارم. حالا بازم بستگی به نظرها و سلیقه ها داره. هادی عاشقانه ها چرا نمیاد بیرون؟ خیلی وقت ما بیلبورداش هم دیدیم نوشته بزنیم. دوچار ممیزی و سانسور اینها بود که اینا رو برطرف کردیم، در واقع دو قسمت رو با ما فعلا اجازه دادن، داریم کاراشو میکنیم که هرچی سریعتر قسمت یک و دو بیاد بیرون. پیشبینیتون که برای قسمت یک و دو شما وای میستید همه مجوزها رو بگیرید یا نه؟ الان میتونیم قسمت یکمون رو توضیح کنیم، ولی یک مشکلات دیگه هم توی کار هست، داریم اونا رو رفع رجوع میکنیم که انشاءالله تا یک ماه آینده فیلم برداری تموم بشه و قسمت یکش هم توضیح شروع بشه، ولی فکر کنم قسمت یکمون تا یه هفته ده روز دیگه بیاد انشاءالله. خیلی ممنون. قربان شما. Cleaning between the teeth is very important. People think I can just brush my teeth and be fine, but even without having cavities, you can still have gum disease. Use Gum Brand for healthy gums. Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Gum Brand is simple, easy to use. Your gums matter. بزرگترین فستیوال سینمایی سال ایران. حواشی، گفتگوهای جذاب و پشت صحنه های دیدنی. فقط از تیوی پلاس ببینی. تیوی پلاس، حامی ستاره های ایران. خانم بیتی، امسال با چه کاری توی جشنواره حضور دارید انشاءالله؟ با فیلم مادری. خانم رقیه توکلی. خب فیلم مادر، حالا جدای از بخش بازیگریش، فکر می‌کنید چه بخشی خیلی شاخص هست و امید به سیمرغ داره؟ خیلی سوال سختیه واقعا. امیدوارم که دیده بشه دیگه، حالا تو هر زمینه هر اتفاقی برای فیلم میفته جای خوشحالیه برای کل عوامل. خب آقای غفاری، بفرمایید که با کدوم کار امسال تو جشنواره حضور دارید و از نقاط قوتش بگید و فکر میکنید تو چه بخشی ممکنه که سیمرغ بگیره؟ من فیلم آباجان کار آقای حاتف علی مردانی رو دارم که فکر میکنم 6-7 ماه پیش کار که تابستون کار کردیم. برای من فیلم دلنشینیه، چون خوشحالم از اینکه کارش کردم و جزو انتخاب هم بوده. کل فیلم برای من نقطه قوته، اصلی ترینش بازی خانم معتمداری است و گروه خوب. امیدوارم که دیده بشه و همه دوست داشته باشن، همین کافیه. خودتون دیدید فیلم نهایی رو؟ نه متاسفانه نه. چقدر فکر میکنید امید دارید به سیما و تو کدوم بخش ها؟ نمیدونم واقعا. ندیدید دیگه؟ آره دیگه، برای همین. ولی تو بازیگری ها فکر کنم بتونید نظر بدید. خب قطعا خانم معتمداری همه جا بی نظیره. گروه بازیگری خیلی خوبی داشت، فیلم خوبی هستم به نظرم، یا حداقل سر صحنه واقعا خیلی لذت بخش بودش. فکر میکنم که فکر میکنم که قطعا کار خوبی شده. امیدوارم همه هم دوست داشته باشن. نما هم لذت بخش باشه واسه همه. مرسی، ممنونم. از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم سرودیم نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
خانم پروانه، امسال شما به فیلم فراریه یا فراریه؟ فراری تو جشنواره حضور دارید. چرا اسمش فراریه و اینکه راجب چی اگه بخوای کلی توضیح بدید، نقش شما چی هستش، چقدر به سیمور امیدوار هستید این فیلم بگیره؟ حالا تو بخش‌های مختلفش، اول اینکه خب چرا فراریه که از آقای پرتوی آقای داونژاد بعد بپرسیم، ولی شما خودتون چی حدس می‌زنید؟ خب مرتبط قاعدتا به داستانمون فراری، ولی خب نقش پرسیدین راجب نقش توضیح بدم. یه دختر حالا نوجوون شمالیه که حالا به خاطر هدفش که اون فراری است میاد تهران و اینکه دچار حالا یه اتفاقایی میشه که با یک راننده تاکسی که آقای تنابنده باشن همراه میشن و دیگه حالا ادامه داستان. و اینکه سیمو نقش اول زن فیلم میشید دیگه یا نه؟ بله نقش اول. بله. و اینکه سیمرغ هم خب قاعدتا فکر کردن بهش هر کسی خوشحال میکنه، ولی اینکه بخوام حالا خود به خودم هی امید بدم و بگم که 100% من حالا سیمرغ میگیرم اینجوری نیست واقعا، و واقعا هدفم هم نیست، یعنی هدفم اجرای درست نقش و این فیدبک از مردم خیلی بر من قشنگ تر. تو قوت فیلم فکر میکنید کجاشه؟ خیلی نقطه قوت داره، نمیتونم یه دونه بگم. بزرگترینش فیلمنامه از کارگردانی یا اصلا میگه بازی خودمه؟ برای خودم خب قاعدتا بازی خودم، یعنی یه پله واقعا خیلی بلندی بود برای من این، و فکر میکنم که بعد اون پله هم خیلی چیزای جالب و قشنگی دارم. برای خودم نقطه قوتش خودم. با فیلم صوفی و دیوانه ی آقای مهدی کرمپور و یک نقش کاملا متفاوته، امیدوارم اتفاقای خوب برای همه عوامل این فیلم بیفته. فکر میکنم یه فیلم متفاوت رو امسال همه از آقای مهدی کرمپور میبینن. توضیح نمیدی چیه این تفاوت، چه اتفاقی میفته؟ نه اجازه بدیم فیلمو ببینیم. آره پس یعنی توی فیلم نامه امید دارید به سیمرغ؟ وقتی میگید خیلی متفاوت، شاید نمیدونم، شاید تو خیلی چیز داره. واقعا امیدوارم که اتفاقای خوب برای همه فیلم ها بیافته، برای فیلم آقای کرمپور هم بهترین ها. خیلی هم ممنونم، مرسی.